اینجا منطقه یاراولی است، زادگاه شراب ویکتوریایی در استرالیا. بیش از 80 کارخانه شرابسازی در این منطقه واقع شده که بسته به سبک تولید و کیفیت شرابهایشان از یکدیگر متمایز هستند. در این بین آنچه که شرابسازی مکفوربس را از رقبایش متمایز می کند، نه طعم شراب است و نه کیفیت آن، بلکه حضور یک ایرانی در این شرابسازی است که می گوید ایرانیان سابقه هزاران ساله در تولید شراب دارند. فرهاد بندش، پناهنده کرد ایرانی که نزدیک به 8 سال را در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت استرالیا سپری کرده و تنها 1 سال از زمان آزاد شدنش می‌گذرد، می‌گوید که شرابسازی رویای قدیمی‌اش بوده و تا کنون 2 مدل شراب هم تولید کرده است. شراب تایم تو فلای یکیشون هم گیم اوور، جفتشون قرمزن. شراب تایم تو فلای شیرازه، شراب گیم اوور هم کابنه ساوینیون. هدف من از ساخت شراب و اسمی که انتخاب کردم یه حالت بگم سیاسیه، یا اینکه یه جورایی نزدیک به اون مقاومتی که بود که من تو کم داشتم و تظاهراتی که میکردیم برای حقوق بشر و حقوق پناهندگان، گفتم من تایم تو فلای انتخاب میکنم، چون که این برند، این آرتورک مال خودمه. بعد هدفش، مسیجش اینه که آزادیه، آزادی برای همه. فرهاد بندش علاوه بر شرابسازی در زمینه موسیقی و نقاشی نیز فعالیت دارد و تاکنون 8 قطعه موسیقی را منتشر کرده و چندین گالری نقاشی هم در شهرهای مختلف استرالیا برگزار کرده است. قطعه بازدم بزرگ از جمله کارهای منتشر شده وی در دفاع از حقوق پناهندگان و بازگو کننده روزهایی است که وی در بازداشتگاه مانوس در پاپواگینه نو سپری کرده است. داستان برای حقوق پناهنده هاست، معنی آزادی. بس دیگه، چقدر زج میدی ما رو؟ چه دلیل داره که انسان بیگناه رو تو قفس نگه داره؟ این واقعا یه مسیجی بود از طرف این شعر و این ملودی که من با رفیقام ساختم. فرهاد بندش از زمان آزادی از بازداشتگاه اداره مهاجرت ملبورن که همزمان با روز تولدش بود تا به امروز برای دفاع از حقوق پناهجویان و کسانی که در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت استرالیا به سر می‌برند همچنان در تلاش است. یه سری آدم‌ها رو بهشون خبر بدیم که بگیم داستان اینجوریه. حالا از طرف اونایی که مدافع حقوق بشرن، آدمایی که کارهای موسیقی میکنن، آدمایی که کارهای هنری میکنن، این خودش مبارزه است. مبارزه برای برابری انسان ها. هنر، شراب و فعالیت‌های حقوق بشری برای فرهاد بندش در هم تنیدند، اما آنچه که او در هسته اصلی همه اینها به دنبالش است، جستجو و تلاش برای انسانیت و آزادی است. علیرضا محبی، ملبورن.